درود بر همیانان ارجمند، به ویژه بینندگان همیشگی و دائمی برنامه های جنبش رنسانس ایرانی. شاهین نژاد هستم و یه برنامه کوتاه خدمتون هستم درباره دروغ هایی که فردی به نام رضا حاضلی یا رضا حاضلی منتشر کرده. ایشون در فیسبوک چندین بار در علیه من و علیه رنسانس ایرانی مطلب نوشته. از اونجایی که کار ما همیشه در این 7 سال گذشته این بوده که فقط بکوشیم تا مطالب به درد بخور و سخنهای سنجیده رو با مردم در میون بگذاریم و بکوشیم که خشتی بر روی خشت در ساختن سازه فرهنگ ایران داشته باشیم و بگذاریم، هیچ وقت وارد این بحث‌های خاله‌زنکی نشدم و دیگران اگر حمله‌ای کردند من کوشیدم که ندید بگیرم و تمرکزمون رو کار خودمون باشه. ولی از اونجایی که شاید شماری از بینندگان یا شنوندگان برنامه ما و این آقا مشترک باشن، شرط انصاف ندیدم که این مطالب اخیر ایشون در فیسبوک علیه من رو و علیه جنبش رنسانس ایرانی رو بی پاسخ بگذارم. آقای حاضلی یا حاضلی که واقعا نمیدونم فامیلش چجوری تلفظ میشه، ولی حالا میگیم حاضلی، حدود 3-4 سال پیش برای من در فیسبوک در مسنجر پیام داد و شروع کرد پشت سر یکی از اعضای جنبش، یعنی دکتر جیسن جورجانی، سخن گفتن. از اونجا که من آقا رو نمیشناختم و اولین باری که با من سخن میگه غیبت و بدگویی از کسی دیگری است، طبیعتاً خیلی تاثیر منفی رو من گذاشت و بعد ایشون وارد این شد که شما با شاهنامه میخواهید که برای ایران اندیشه سیاسی بسازید و این گونه صحبت ها. و وقتی که نوشت که شاهنامه چیزی جز داستان جن و پری نیست، من ایشون رو بلاک کردم. بنابراین من 3-4 سال پیش وقتی ایشون رو شناختم و روحیاتش رو دیدم، ایشون رو بلاک کردم. دیگه پیوندی با ایشون نداشتم، نه در موردش سخنی گفتم نه دنبالش رفتم. ایشون اومد علیه من و همسرم و جنبش رنسانس ایرانی به طور مشخص پستایی در فیسبوک گذاشت، برای من فرستادن دوستان. گفتم که اگه قرار باشه که آدم به ناسزای اینو میخواد پاسخ بگه از کار خودش میفته، ولی چون اخیراً باز دیروز یا امروز پست فیسبوکی گذاشته بود و 7 تا به اصطلاح مورد رو مطرح کرده بود، من خودم رو پاسخگو میدونم، نه به خاطر این آقا، به خاطر شنونده یا بیننده های مشترکی که میتونیم داشته باشیم. ایشون نوشته بود من با آیت الله موسوی نژاد خراسانی چه نسبتی دارم. من این نام رو تا حالا نشنیدم، اصلا نمیدونم این فرد وجود خارجی داره یا نداره. احتمالا منظور آقای حاضلی این بوده که یعنی ایشون مثلا فامیل منه یا پدر منه یا پدر بزرگ منه. پدر من سرهنگ بازنشسته شهربانی است، مادر منم فرهنگی بازنشسته است. خوشبختانه هر دو سر و مار و گنده در ایران دارن زندگی میکنن. اصولا من از خانواده مذهبی نبودم، چه برسه به آخوندزاده. اما اگر کسی آخوند باشه، حتی خودش آخونده باشه و امروز ایرانگرا باشه و این رخت و جامعه ننگین رو از تنش در بیاره، حتما ما دستش رو میفشاریم و بهش خوش آمد میگیم برای پیوستن به جمع ایران شهری ها. احمد کسروی آخوند بود، علی دشتی آخوند بود که مطلب تندی علیه اسلام هم نوشت، عارف قزوینی آخوند بود. بنابراین نه تنها آخوندی که از لباس ننگین خودش بری میکنه خودش رو و میخواد به گونه دیگر زندگی کنه برای ما عزیزه، اگر کسی پدرش هم آخوند بوده مشکلی نیست، چه برسه من که پدرم همچنان که گفتم سرهنگ شهربانی است، الان در ایرانه، در مشهده، و مادرم هم فرهنگی بازنشسته. نوشتن سید حمید رضا موسوی نژاد چرا فامیلش کرده نژاد لابود نژاد پرست. نام من شاهین موسوی نژاده. وقتی شما خارج از کشور زندگی میکنید، فامیل هایی که دو قطعه ای هستند، مثلا فرض کنید موسوی نژاد، مثل کمالی نیا، مثل نمیدونم قربانزاده، خیلی وقتا بخش اول فامیل رو به عنوان میدل نیم شما برمیدارن و این توی کار شما مشکل ایجاد میشه، در بانک، در سر کار، اینجا و اونجا. چون ما در ایران چیزی به نام میدل نیم نداریم، نام وسط. بنابراین خیلی از هممیهنان بخشی از فامیلشون رو ور میدارن و فامیل یه تیکه میکنن. برای همینه تو این شهری که من الان هستم در تگزاس، توی
ایرانی ها تعداد قابل توجه شاید در 12 خانواده به نام نژاد هستن، یکی کمالی نژاد بوده، یکی پاک نژاد بوده، یکی موسوی نژاد بوده و اینا تو این 20 سال 30 سال گذشته فامیل رو کوتاه کردن. این دلیل بسیار مشخصش. شاهین موسوی نژاد که شده شاهین نژاد و اینم از حدود 20 سال پیش بوده که اون موقع هست. اصلا من نه چهره رسانه‌ای بودم نه فعال آنچنانی سیاسی بودم. مطلب دیگری که گفتن، عکسی گذاشتن اونجا که امید دانا و من و چند نفر دیگه تو این عکس هستیم. به خیال خودشون افشاگری کردن. عکس مال سال 2015 است. همایش رنسانس ایرانی در پاریس در خانه جهانی زرتشت به میزبانی آقای دکتر آبتین ساسانفر. این همایش رنسانس ایرانی ورود برای عموم آزاد بود، هر کی نامشو میداد میتونست بیاد شرکت کنه. امید دانا هم مثل خیلی های دیگه آمد، نه سخنران بود نه برگزار کننده بود. و 2015 اوایل 2015 که این کنفرانس برگزار شد، امید دانا آدمی بود که تو تام رسانه‌های فارسی زبانم میرفت، در اسکایپ های مختلف با شاهزاده هم شرکت کرده بود. اون موقع نه موازهش طرفداری از جمهوری اسلامی بود و نه امید دانایی بود که امروز ما میبینیم. اون هنگام برانداز بود و هوادار پادشاهی، یا عوض شد یا از اول این گونه نبود، به گونه دیگر نشون داد. در هر حال بودن امید دانا در سال 2015 به عنوان کسی که برانداز بود و هوادار پادشاهی و تو خیلی از شبکه‌های فارسی زبان هم میرفت و صحبت میکرد، چیز عجیب و غریبی نبود. امید دانا هیچ وقت هموند جنبش رنسانس ایرانی نبود، ولی نشست های ما که باز بود شرکت میکرد. نشست های ما هنوز هم بازه، نشست های ما در آدینه که برگزار میشه در زوم، از یوتیوب هم پخش میشه و بازه، هر کی بخواد میتونه بیاد. اون هنگامی هم که ایشون میامد شنونده بود و معمولا سخنی هم نمیگفت. تو این 3-4 سال گذشته دست کم دو بار به خود منم ناسزا گفته. این از امید دانا. آقای آریا صالحی یکی از دوستان ما در رنسانس ایرانی رو بهش گفتید عضو موساد. شما از این حتاکی‌ها زیاد می‌کنی، تهمت هم زیاد می‌زنی و چون آمریکا نیستی فکر می‌کنی که کسی به دسترسی قانونی نداره. اولا فکر نمی‌کنم موساد انقدر گله‌گشاد باشه که اگر کسی کارمند موساد باشه شما بدونی و رو فیسبوک بنویسی. دیگه فکر نمی‌کنم اینقدر مطلب سطحی و لوس باشه. و اگر که امریکا باشی حتما آقای صالحی خودش میدونه و اقدام میکنه، یا شما ثابت میکنید که ایشون کارمند موساده که حرف درست بوده، یا نمیتونه ثابت کنی، اون موقع از نظر قانونی باید پاسخگو باشی و پیامدهای سنگینی برای شما داره. همینطوری نمیتونی راه بری و به افراد اتهام بزنی. در مورد جیسن جورجانی یکی دیگه از اعضای پیشین جنبش رنسانس ایرانی که عجیب پدرکشتگی هم با این فرد داری، شما نوشته بودی که ایشون چه نقشی داره، ایشون چه کار است. ایشون تا حدود 3 سال پیش در رنسانس ایرانی بود و بعد به خاطر برخی مواضع بسیار جنجالیش قطع ارتباط صورت گرفت. جیسن جورجانی و من شخصا دوست دارم، فرد دوست داشتنی است، آدمی است که تو زمینه‌های سواد بسیار خوب داره، یه مقدار از انسجام اندیشه‌ای بدوره، ولی به مراتب جایگاه علمیش و سوادش و توانش خیلی بالاتر از جایی است که شما ایستادی. پرسش دیگری که کرده بودین که من غرب ستیزی میکنم. غرب ستیزی این وصله خیلی عجیب و غریب است. یه سری پیامدهای مدرنیته داشته که بسیار ارزشمنده و همه ما ازش بهره میبریم. یه سریش هم ما رو از ایرانی بودنمون خالی میکنه. اگر ما ایران شهری هستیم که هستیم، ما نه راه اسلام رو میخواییم برای کشورمون توصیه کنیم، نه راه غرب رو. ما به دنبال این هستیم که جامعه ایرانی یه مدرنیته درونزاد داشته باشه. جامعه ایرانی موفقیتش و خوشبختیش از شاهرای ایران شهر میگذره. بنابراین من غرب ستیز نیستم، ولی غربگرا هم نیستم. گفتید من با دموکراسی مخالفم. این یکی رو استثنا درست گفته. دموکراسی امروز در جهان، حتی در این امریکایی که من هستم، فقط ابزاری است برای تحمیق مردم، برای اینکه یاد گرفتن مردم روی تبلیغات رسانه‌ها میرن پای صندوق و به احزاب و به رهبری کشور، مدیریت کشور رأی میدن. خب شما اگر رسانه رو در اختیار داشته باشی میتونی جهت آرا رو
اونطور که میخواهی برای خودت هدایت کنی، و این کاری است که در قلب انجام میشه. بنابراین مراجعه به آرای عمومی، اراده عمومی الزاماً پاسخ درست نداده. در کشور خودمون مردم ما در یک فرایند دموکراتیک 98% جمهوری اسلامی رأی دادن و خودکشی ملی کردن. 6 ماه بعد از اون در مهر 1358 به قانون اساسی جمهوری اسلامی هم 99% رأی دادن. 99%. بنابراین من به دنبال شایسته سالاری هستم و من فکر میکنم شایستگان باید کشور رو اداره کنن و بکوشن بیشترین خدمت رو به مردم بکنن. با توده سالاری و مردم سالاری من همجهت نیستم و منتقدش هستم. گفتید که من ترور شخصیت شما رو انجام میدم در رسانه ها. شما در فیسبوک چندی بار درباره من مطلب نوشتی و من یه بار فقط پاسخ دادم و دیگه نیومدم سراغتون. ولی شما وقتی صحبت از ترور میشه، صفحه فیسبوکتون و صفحه توییترتون خیلی خیلی روشن نشون میده که شما بام تا شام مشغول حتاکی، ناسزا گفتن و تهمت زدن بین اون هستید و این حتاکی ها از حوزه سیاست و اندیشه هم بیرونه. برخی از پستای شما در مورد دختران شاهزاده رضا پهلوی، روش زندگیشون یا حالا زندگیشون یا لباس پوشیدنشون به راستی شرم‌آور نشون میده که شما به جای که منتقد سیاسی باشی به دنبال این هستی که ناجوانمردانه به افراد و خانواده‌شون حمله بکنی، همچنان که دختر شاهزاده رو در این زمینه مورد حمله قرار دادی. من خودم منتقد شاهزاده در زمینه اندیشه سیاسی هستم، به خیلی وقتا به روش‌های ایشون ایراد داشتم، ولی همیشه انصاف و اخلاق رو باید مد نظر قرار داد و این گونه ناجوانمردانه دنبال زدن افراد و خانواده‌شون نرفت. برای اینکه یک چیزی هم نشون بدم که ببینید چقدر این کار کار زننده است، الان یکی از پست‌های شما رو نشون میدم که شما یکی از پست‌ها در مورد شاه فقید نوشتید بر طبق اسناد آمده در کتاب شاه دکتر میلانی ثروت خاندان پهلوی 40 سال پیش تا 1 میلیارد دلار برآورد شده. این ثروت اگر تنها در املاک مانده بود تاکنون 10 میلیارد شده بود. پرسش: چرا آنها تلویزیون مستقل برای آزادی ایران تأسیس نمی کنند؟ آقای حاضری، شما الان اینجا ترور شخصیت شاهنشاه آریا مهر رو انجام دادی. شاه فقید رو به دزدی متهم کردی که 1 میلیارد پول با خودش از ایران آورده بوده. واقعا شرم‌آوره. شما زندگی رضا پهلوی رو که ببینید، خونه زندگیشو، متوجه میشید که خیلی خیلی بی‌انصافید که همچین حرفی رو میزنید. شاهزاده علارغم همه انتقادایی که من بهش دارم و بارها و بارها اینجا و اونجا گفتم، به خاطر اینکه 30000 دلار 50000 دلار فاند ریزینگ بکنه از این شهر به امریکا، به اون شهر امریکا میره و در شهرهای مختلف سخنرانی میکنه تا فاند ریزینگ کنه. کسی که 1 میلیارد یا 10 میلیارد دلار ثروت پشت سرش باشه به این سختی تن نمیده در 60 سالگی برای اینکه بتواند مقداری زندگیشو جمع وجور کنه. اینو گفتم تا بدون ترور شخصیت یعنی چی. مطلب دیگری که گفتید این است که چرا من که علوم انسانی نخوندم، رشته فنی خوندم، کار علوم انسانی میکنم. آقای محترم، وقتی شما پزشک باشی، وقتی مهندس باشی، وقتی وکیل باشی، وقتی لوله‌کش باشی، وقتی ماشین فروش باشی، وقتی یوشکار باشی و از کار فنی یا کار پزشکی یا کار حقوقی هر چیزی زندگیت اداره بشه، به خاطر اینکه میتوانی گذران زندگی بکنی، دست زیر ساطور کسی نیست. بنابراین تو اون چیزی که علاقت فکرت، اندیشت، علوم انسانی، فرهنگ، سیاست، تاریخه، میتونی مستقل عمل کنی. من کارشناس نفت و گاز هستم، لیسانس و فوق لیسانس هم در ایران خوندم و همیشه از همین راه گذران زندگی کردم و هنوزم همین گونه است. و اتفاقا بخشی از پولی هم که تو نفت و گاز از جایی که کار میکنم در میارم، هزینه کارهایی میکنم که بهش باور دارم، مثل کارهای فرهنگی یا کارهای سیاسی. شمایی که مدعی هستی باستانشناسی خوندی، ناچار میشی به آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی بگی که بهت حقوق بده تا در سازمان آبان باهاش کار کنی. اگر که همچی چیزی نیست بیا تکذیب کن. دکتر هوشنگ امیر احمدی و شما ازش خواستی بهت سالی 100 تا 120 هزار دلار بده تا شما تو سازمان آبان کار کنی. این یعنی
احتیاج، و احتیاج بسیار بده چون باعث میشه انسان صدای مستقل نداشته باشه. بسیار خوبه انسان بتواند از کار مهندسی یا پزشکی زندگیشو بگذرونه، زمانشو بذاره به اون چیزی که بهش عشق داره و از اونجا پول در نیاره، بلکه پول توش خرج کنه. خود شما اینجا، من الان اسلاید بعدی رو نشون میدم، شما از سایت خودته، از سایت خودت به نام مهر گلوبال میگی که مدیر عامل این سایت هستی، اینم خود شما هستی تو سایتت. خب حالا چه کار میکنه مهر گلوبال؟ شما آمدید در صفحه بعدیش ببینید، مهر گلوبال در ملبورن استرالیا، شما آمدی میگی که خرید و فروش زمین های حراجی رو در دبی انجام میدادی، buy, sell, rent and auction properties in UAE. خب شمایی که میگی باستان شناسی، چون امکان مالی نداشتی این کار رو کردی، من چون جای دیگر کار مهندسی میکنم میتوانم زندگی ما اداره بکنم و کار فرهنگی تاریخی سیاسی ما انجام بدم. مگه کسی به شما ایراد میگیره شما چرا زمین دلالی زمین میکردی در دبی؟ یا اینجا میگی خرید و فروش رو اتومبیل، پلاک شخصی و شماره موبایل، شما موبایل و پلاک های شخصی اتومبیل رو در دبی خرید و فروش میکردی، خودت نوشتی تو سایتت. خب اینا برای گذران زندگی است، اینها برای گذران زندگی است و هیچ ایرادی هم نداره. مسئله این است که شمایی که میگی علوم انسانی خوندی، من اصلا نمیدونم شما کجا درس خوندی، خوندی نخوندی اونو نمیدونم، ولی شمایی که میگی علوم انسانی خوندی، شما هم باید امرار معاش کنی و امرار معاشت از راهی است که به علوم انسانی ربطی نداره، مثل همینا دلالی زمین و ملک و شماره تلفن موبایل و پلاک اتومبیل. در ضمن من پایان نامه دکترامو ازش کتابی درآوردم که دولت ایران شهری است، که اتفاقا علوم انسانی است، که اتفاقا بسیار مربوط به کاری که ما داریم تو این سالها میکنیم و حتما تا 3-4 ماه دیگه منتشر خواهد شد. امیدوارم یه نسخهشو بگیرید بخونید و کمی بیاموزید. من در کتاب اخیری که منتشر کردم زمان زرتوش منتظرم این خونده بشه، پخش شده خونده بشه، و بعد اون یکی دیگر رو که چکیده ای از پایان نامه دوره دکترام در رشته علوم انسانی بوده در رشته تاریخ رو حتما با همیهنان در میون میگذارم. ایران ما در مرزهای شرقی طالبان رو داره، در درونش جمهوری اسلامی داره که باش دشمنی میکنه با ایران، و الان هم در مرزهای شمال غربیش باکو. ما به اندازه کافی دغدغه و نگرانی داریم و چیزهایی داریم که ما رو سرمون رو گرم کنه و انرژیمون رو بگیره، برای اینکه اونها مسائل مهمی است برای ایران ما و برای ما به عنوان ایرانی. من به خاطر روشن شدن هم خودت و هم کسانی که ممکنه علاقه من باشن تا پاسخ من رو بشنون این کلیپ رو گذاشتم. اگر از شما تهمتی، ناسزای دیگر ببینم یا بشنوم، شک نکنید که اگه در امریکا باشید قانونی سراغ شما میام، و اگرم در امریکا نباشید میتونم بازم از راه دور اقدام بکنم و این کار رو خواهم کرد. سپاس از همیهنانی که توجه کردند.